گاهی اوقات عکس های توی اینترنت منتشر میشن که موقعی که میبینیمشون به نظرمون چیز خاصی نیست، ولی اگه داستان وحشتناکی که پشت اون عکس ها هست رو بشنویم چی؟ بازم به نظرمون اون عکس چیز خاصی نیست؟ سلام قشنگا، خوش اومدید به کانال خودتون. من نفیس هستم و توی این ویدیو میخوام 3 تا داستان واقعی رو براتون تعریف بکنم. در آخر اون داستان عکسی که مربوط به این داستان هستش و توی فضای مجازی پخش شده رو بهتون نشون بدم. داستان آخر خیلی وحشتناکه، بذارید سرجاش بهتون میگم چه خبره، بزن بریم. ولی قبل از اینکه بخوای ادامه بدین ازت میخوام که اگر کانال رو سابسکرایب نکردی همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنی و ویدیو رو هم وقتی که تموم شد لایک کنی و برام کامنت بذاری. بریم براتون تعریف بکنم. میخوام دود از سرتون بلند شه. تو سپتامبر 2006 جودی اریاس 26 ساله با ترویس الکساندر 29 ساله توی یک کنفرانس توی شهر تگزاس آشنا میشن و همون اول به شدت به هم دیگه جذب میشن، در اون حدی که ترویس از جودی میخواد که توی مهمونی شامی که اون شب شرکتشون برگزار کرده بوده به عنوان مهمون اختصاصیش حضور پیدا بکنه و بعد از اونم اون شب تا صبح میشینن با همدیگه صحبت میکنن و فرداش ترویس به دوستاش میگه احساس میکنم زن رؤیاهام رو پیدا کردم. بعد بچه ها اینا با هم توی شهر زندگی نمیکردن و مجبور میشن بعد از کنفرانس هر کی بره شهرهای خودش، ولی رابطهشون رو کاملا با همدیگه نگه میدارن. خیلی با همدیگه مسافرت میرفتن، با همدیگه عکس میذاشتن و توی عکس ها و طی مسافرتی که با همدیگه داشتن اینجوری بوده که هر کسی اینا رو میدیده میگفته این دوتا واقعا زوج رویایی همدیگه هستن و باید با همدیگه ازدواج بکنن. اینم بهتون بگم که جودی کالیفرنیا زندگی میکرده، ترویس آریزونا زندگی میکرده. خلاصه خیلی وقتا هم میشده که مثلا جودی پا میشده میرفته پیش ترویس، ولی چیزی که بوده دوستای ترویس نسبت به این رابطه یک ذره شاخکاشون تکون خورده بوده، به خاطری که به نظرشون جودی اصلا رفتارهای طبیعی نداشته، رفتارش خیلی عجیب غریب بود. مثلا ترویس داشته با دوستاش صحبت میکرده، جودی میومده دست میداخته گردنش این حد که آقایی منه، ببینید هیچکس آقایی نداره فقط من آقایی دارم، یا فکر کنم این تیزه رو براش میخونده بشه منه بعدش بشم منه و میچسبیده به ترویس و حتی اگر که ترویس دستش از دور گردنش باز میکرده خب بالاخره آدم داره حرف میزنه میخواد تمرکز کنه. هر چقدرم که یک نفر دوست داشته باشی اینکه هی بخوای وقتی که داری با بقیه صحبت میکنی یا توی جمع هستی بیاد مثل کنه بچسبه بهت حس خوبی نمیده و هرچی که ترویس دست اینو از دور خودش باز میکرده باز دوباره این میچسبیده بهش. از همه بدترم این بوده که هیچ زن و دختری فرق نمی کرده که چه نسبتی باهاش داشته باشن یا چه رنج سنی باشن حق نداشتن به ترویس نزدیک بشن. اینا که خوبه، اگر که جودی پیش ترویس بوده و ترویس میرفته دستشویی این میرفته دست پشت در اینجور گوششو میچسبونده به در که مطمئن بشه کسی توی دستشویی با ترویس نیست، یا اینکه حتی اینکه اونجا مثلا ترویس بر نداره با کسی تلفنی صحبت بکنه. اگه تا اینجا فکر میکنی که خیلی بده و اصلا تو دوست نداری یه آدمی اینجوری کنت بشه، بذار یه چیز بدتری رو بهت بگم. دیگه جوری شده بوده که جودی به هیچ وجه به ترویس خبر نمیداده که میخواد بره پیشش و سرزده از آریزونا بلند میشده میرفته کالیفرنیا، میرفته دم در خونهشون در میزده و اینا همش خیلی خوبه. میخوام فاجعه رو بهتون بگم. یه بار ترویس خونه نبوده، خب این سرزده می اومده دیگه، از اون درای کوچولویی هستش که این خارجی رو در خونهشون دارن بهش میگن در گربه، رو حیوانای خونگیشون از توش رفت آمد میکنن. جودی از اون در میره تو، تصورشو کنی، نونور عاشق بی‌معنی. آه خلاصه کاراشو انقدر ادامه میده تا دوستای ترویس بهش میگن بابا درسته که این دوستت داره و خب آدم ها دوست دارن که دوست داشته بشن، ولی یه ذره چشتو باز کن، نکنه چیز خورت کرده. حتی دوستاش نمیگن و من دارم میگم نکنه چیزخورت کرده که تو اصلا نمیتونی ببینی که کارایی که این دختر داره انجام میده اصلا کارای یک آدم نرمال نیست. واقعا اگه یک نفر یکی رو دوست داشته باشه، اگر فضای نفس کشیدن به اون طرف نده، این دوست داشتن ایراد داره. دوست داشتن در این مورد باهاش صحبت میکردن، جمع شده بودن تو خونه ترویس و داشتن بهش حالا آلارم میدادن که آقا حواست باشه، که میبینن از بیرون خونه ترویس صدا میاد. ترویس بلند میشه، میره دم در رو باز میکنه و میبینه جودی ایستاده بالگوش. دوباره بیخبر اومده بوده کالیفرنیا و وقتی که همچین چیز رو میبینه بسیار 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 عصبانی میشه. اصلا یه وضعی و حتی جوری بوده که دوستاش میگفتن که احساس کردیم که ممکنه حتی الان ما رو بکشه. و خلاصه همین حرکت ها باعث میشه که ترویس بعد از یه مدتی چشمش رو قضیه باز کنه و به این نتیجه برسه که واقعا نمیخواد دیگه با جودی ادامه بده و با هم دیگه کات میکنن. خب حالا نکته خیلی خوب توی رابطه های اینجوری اون موقع هستش که توی دوتا شهر متفاوت زندگی کنن، به خاطر اینکه به این فکر میکنی که اوکی وقتی که یک نفر توی شهر دیگه هستش نمیتونه مزاحمتی برات ایجاد بکنه اصولاً. اما اصولی در رابطه یه جودی وجود نداشته و جودی مخش تاب داشته و میک میک بوده، هی میک 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 میدوی میمده کالیفرنیا، براش اصلا مهم نبوده. اما دو هفته بعد از اینکه با هم دیگه کات میکنن، خانم جلو پلاستش رو جمع میکنه، راه میفته میاد کالیفرنیا. و این در حالی بوده که ترویس داشته با یک نفر دیگه آشنا میشده، داشته با دختر دیگه قرار میذاشته و اون دختر اسمش لیسا بوده. خب جودی خانم تشریف میارن کالیفرنیا و شروع میکنه به استاک کردن لیسا، یعنی اینکه راه میفته دنبالش، دائما تعقیبش میکرده، میرفته پشت شیشه خونشون میزده به شیشه، پشت سرش میرفته، پشت درش در میزده و حتی چند بار میره لاستیک ماشین ترویس رو پنچر میکنه و عملا شروع میکنه هر کاری از دستش بر بیاد انجام بده که رابطه این دوتا رو به هم بزنه، ولی موفق نمیشه. و بالاخره توی اپریل 2008 همونجوری که جلو پلاسش رو جمع کرده بوده اومده کالیفرنیا، جلو پلاسش رو جمع میکنه و برمیگرده به آریزونا و این باعث میشه که همه از دستش نفس راحت بکشن و عملا اینجا بوده که رابطهشون به طور واقعی تموم میشه. 2 ماه بعد از اینکه جودی برمیگرده به آریزونا، یه روز که ترویس یه قرار کاری خیلی مهم داشته، سر قرار حاضر نمیشه. هر چقدر دوستاش باهاش تماس میگیرن جواب نمیده و 1-2 روز میگذره و هیچ خبری از ترویس نبوده. به خاطر همین دوستاش پا میشن میرن دم در خونهشون تا ببینن چه اتفاقی براش افتاده. و وقتی که میرن دم در خونه ترویس و ببینن که ترویس کجا هستش، در خونه باز بوده. میرن داخل و همون موقع که وارد میشن میبینن روی زمین روی فرش خون ریخته. به خاطر همین شروع میکنن صدا کردن ترویس و گشتن خونه تا اینکه توی حمام خونه با جنازه ترویس روبرو میشن. بلافاصله پلیس رو خبر میکنن. پلیس میاد سر صحنه حاضر میشه و موقعی که میاد سر صحنه حاضر میشه، توی همون بازجویی‌های اولیه به جودی مظنون میشه و جودی رو دستگیر میکنن، در حالی که جودی میگه که نه من که خیلی وقت اینجا نیستم، من اصلا دیگه خبری نداشتم. و هی شروع میکنه هرچی بیشتر شروع میکنه به اینکه ثابت بکنه که هیچ نقشی توی این قضیه نداشته، پاش بیشتر گیر میفته. توی تحقیقات و جستجویی که توی خونه ترویس داشتن، یه دونه دوربین عکاسی توی ماشین ظرفشویی ترویس پیدا میکنن که کاملا مشخص بوده که نفر میخواسته این دوربین و عکساشو سربنیست کنه. خلاصه هر جور میتونن دوربین رو خشک میکنن و حالا اون عکساشو بازیابی میکنن و عکس‌های آخر عکس‌های وحشتناکی بوده. یکی از عکس‌ها به وضوح جودی رو نشون میداده که توی خونه ترویس هستش و بعد از اون این عکس گرفته شده بوده. این عکسی که توی فضای مجازی هم ممکنه دیده باشیش، احتمال میدم دیده باشینش. و عکسی هستش که جودی از ترویس توی وان حموم گرفته و بعد از اون هم با چاقو به ترویس حمله کرده و ترویس رو کشته. توی می 2013 جودی آریاس به حبس ابد محکوم میشه بدون امکان آزادی مشروط. خدای شکر. سپتامبر 1985 آتش نشان نوادو دل رویز شروع میکنه به نشون دادن علائم اینکه داره فعال میشه. ساکنین شهر آمرو که تقریبا 30 مایل فاصله داشته با آتشفشان و تقریبا میشه گفتش که کاملا نزدیک بوده بهش، خیلی نگران میشن، به خاطر اینکه میدونستن اگر این آتشفشان شروع به کار بکنه عملا شهر که 31,000 نفر هم جمعیت داشته از بین میره و چند وقت بعد توی 13 نوامبر 1985 متاسفانه آتشفشان فوران میکنه و عملا شهر آمرو زیر گدازه های آتیش و خاکستر آتیش از بین میره. یعنی یه چیز حدود 85% شهر رو نابود میکنه، ساختمون ها، و یه چیز حدود 25,000 نفر از ساکنین اون شهر توی این حادثه از بین میرن. 2 روز بعد از حادثه یه عکاس خبرنگار به نام فرانک فورنیر خودش رو میرسونه به سر صحنه برای تهیه کردن عکس از اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده بوده. وقتی که میرسه اونجا وحشت میکنه عملا از چیزی که داشته میدیده. تمام شهر زیر خاکستر آتشفشان و حالا اون گدازه هایی که اومده بوده توی شهر عملا دفن شده بوده و عمق فاجعه انقدر زیاد بوده که تقریبا کسی نمیتونسته کمکی بکنه و آدم‌ها داشتن همون موقع از دنیا میرفتن جلوی چشم کسایی که اومده بودن نجاتشون بدن. تا اینکه همینجور که این طرف داشته راه میرفته، فرانک داشته راه میرفته و داشته عکس میگرفته، یه کشاورز میاد بهش میگه که بیا کمک کنیم یه دختری رو که زیر خونشون گیر کرده نجات بدیم. فرانک همراه اون کشاورز میره و میبینن که یک دختر 13 ساله به یه شاخه درخت خودش رو گیر داده که بتونه حالا بیسته و این در حالی هستش که اون محوطه پر از آب و گل شده. اون دختر که اسمش اومیرا سانچز بوده یه چیز حدود 60 ساعت بوده که اون زیر گیر افتاده بوده و فقط گردنش از زیر آب بیرون بوده که اونجا جمع شده بودن برای نجات دادن اومیرا. میگن که اومیرا خیلی دختر شوخیه، اصلا اون حالت چی میگن بهش، خودشو نباخته، روحیه خودشو نباخته و همش داره شوخی میکنه، میگه میخنده، حتی میگه وای مدرسم دیر شده نتونستم برم مدرسه و اینها. ولی عمق فاجعه اینجا هستش که عمره خیلی بدجور گیر افتاده و به خاطر اینکه داره بارون میاد هی دائم سطح آب داره میاد بالاتر و عملا نجات دادن اومیرا غیر ممکن بوده. حالا چه اتفاقی افتاده بوده؟ خاله اومیرا اون زیر بین سنگ‌های گیر افتاده بوده و مرده بوده و قبل از اینکه بمیره پای اومیرا رو گرفته بوده و عملا اومیرا اینجوری گیر افتاده بوده، یه پاش دست خالش، یک پاش هم زیر بقیه سنگ‌ها گیر افتاده بوده و اومیرا خودش برمیگرده بهشون میگه منو رها کنید، بذارید من استراحت کنم. منظورش این بوده که بذارید بمیرم. و فرانک وقتی میبینه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، در حالی که کاملا احساس ضعف میکرده، تنها کاری که از دستش برمیاد و انجام میده، اون از این صحنه عکس میگیره. چند دقیقه بعد از اینکه فرانک عکس میگیره متاسفانه اومیرا میمیره و این عکسی که گرفته بوده 1 سال بعد، یعنی تو سال 1986 به عنوان بهترین عکس خبری سال برگزیده میشه و البته این عکسی هستش که خیلی خیلی سر و صدا کرده و خیلی داستان پشتش در اومده. ولی اصل داستان این بود که من براتون تعریف کردم. و این آخریه خیلی وحشتناکه. تا آخرش گوش بدید. میخوام یه سوال ازتون بپرسم آخرش. ادگیل پسر ساکت و خجالتی و کم حرفی بوده. معلماش و همشاگردی‌هاش در موردش گفته بودن که خیلی پسر خوبی هستش، ولی گاهی اوقات یه خنده‌های عجیب غریبی میکنه، یه خنده‌های خیلی هیستری و اینکه دائما با خودش در حال حرف زدن هستش و زیر لب یه چیزی زمزمه میکنه. یه کار عجیب دیگه‌ای که میکرده، به اولیای مدرسه گفته بوده مامانم گفته اگر دوست داشته باشی، یعنی اگر با یه نفر دوست بشی تنبیهت میکنم. مسئولان مدرسه مامانش رو میخوام در مورد این کاری که حالا اد انجام میداد و این حرفی که از قول مامانش زده بوده به مامانش میگن، ولی مامانش هیچ کاری در این مورد انجام نمیده. مادرش بسیار بسیار فرد مذهبی و در عین حال خرافاتی بوده. اد و برادرش هنری رو کاملا منزوی از بقیه بچه‌ها بزرگ میکنه و جوری بوده که اجازه نمیداده با بچه‌های دیگه دوست بشن، فقط اینا اجازه داشتن برن مدرسه و همیشه براشون وقتی که اونها در حال کار کردن توی مزرعه بودن از انجیل آیاتش رو میخونده براشون و بهشون میگفته که همه دنیا بدن، تنها انسان‌های پاکی که توی دنیا وجود داره ما 3 نفر هستیم، بقیه آدم‌ها شیطان هستن و واقعا نباید باشون نزدیک بشین وگرنه بهتون قطعا صدمه میرسونن و حالا اون اعتقاداتی که خودش داشته. به خاطر همین بهتون گفتم که اد و برادرش هنری کاملا توی یک انزوا بزرگ میشن. تا اینکه میگذره و سال 1944 اد 38 سالش بوده. میان با برادرش، گفتم که توی مزرعه کار میکردن، میان با برادرش، یک مقدار زیادی پوشش گیاهی اطراف مرداب وجود داشته توی اون زمین‌های کشاورزیشون که باید این پوشش گیاهی رو میسوزوندن، ولی کنترل آتیش از دستشون در میره و آتیش حالا شعله ور میشه، جوری که مجبور میشن آتش نشان‌ها رو خبر کنن که بیان برای مهار کردن آتیش بهشون کمک کنن. آتش نشان‌ها میرسن و آتیش رو مهار میکنن. خدا رو شکر به اصطلاح میگن خرابی زیادی به بار نیاورده بوده، ولی هنری پیدا نمیشه، هنری مفقود شده بوده. شروع میکنن به گشتن دنبال هنری و جنازه‌ش رو توی مرداب پیدا میکنن، در حالی که به صورت توی مرداب افتاده بوده. نظر میرسیده هنری در اثر خفگی جون خودش رو از دست داده. به خاطر همین مقصر اصلی آتیش سوزی اعلام میشه، ولی وقتی که جنازه هنری رو کالبد چکافی میکنن میفهمن که قبل از اینکه آتش سوزی شروع بشه هنری از دنیا رفته بوده، در اصل کشته شده بوده، خفه شده بوده. مسلما اول به اد مشکوک میشن، ازش تحقیقات میکنن، ولی بچه‌ها اد میزنه زیرش، میگه نه من کار من نبوده، من این کارو انجام ندادم، و از اونجایی که مدرک درست حسابی هم علیهش وجود نداشته که این کارو انجام داده، خاطر همین مرگ هنری رو بر اثر آتش سوزی اعلام میکنن و پرونده بسته میشه. یکم بعد از مرگ هنری مامانشون هم میمیره و عملا اد تنها میشه. اینجا بوده که اد شروع میکنه به انجام یه سری تغییرات توی خونهشون. نمیاد بازسازی کنه، یعنی نمیاد تغییر مدل بده یا که یه کاری بکنه که خونه قشنگتر بشه، بهتر بشه. میاد شروع میکنه در تمام اتاقایی که مامانش توشون رفت و آمد میکرده رو مهرموم میکنه. عملا همه اتاقها رو میبنده و خودش میمونه یک اتاق، و همون یک اتاق رو هم انقدر کثیف و خراب و به هم ریخته نگه میداشته که حد نداشته. و توی این مدت به شدت به آدمخواری علاقه‌مند میشه و شروع میکنه به مطالعه کردن در مورد این زمینه، و یه چیزی حدود 10 سال بعد خیلی خیلی کم توی اجتماع ظاهر میشه و کمتر پیش میاد که اد رو بیرون ببینن، یعنی کاملا منزوی میشه. تا اینکه توی نوامبر 1957 صاحب یک مغازه محلی به نام برنیس واردن مفقود میشه. خلاصه پلیس میاد شروع میکنه به گشتن مغازه و توی همون مغازه لکه خون پیدا میکنه. وقتی لکه خون پیدا میکنه خب تحقیقاتشون رو باید بیشتر بکنن و توی تحقیقات متوجه میشن که آخرین کسی که رفته بوده مغازه برنیس اد بوده. میرن خونه اد تا ببینن که چقدر اطلاعات داره، ولی با جسد برنیس روبرو میشن و نه تنها جسد برنیس رو میبینن، بلکه انقدر این خونه اد وحشتناک بوده. حالا به نظرتون چی پیدا میکنه؟ اصلا نمیتونین تصور کنین که توی خونه اد چی پیدا کردن. بگم چی پیدا کردن؟ توی خونه اد یک عالمه بقایای جسد انسان بوده. ولی میدونم الان دارین فکر میکنید که مثلا تیکه مثلا یه پایی بوده، یه دستی بوده. نه، اد اومده بوده به وسیله پوست و استخون آدم ها برای خودش وسیله درست کرده بوده، آباژور درست کرده بوده، ماسک درست کرده بوده، دستکش، وسایل آشپزخونه. اگر اد گین رو توی اینترنت سرچ بکنید تمام این عکس‌ها رو میاره بالا. من مسلما این عکس‌ها رو نمیتونم اینجا براتون بزنم، باید ببینید خودتون. جنازه برنیس هم از سقف آویزون بوده، قشنگ مشخص بوده که داره آمادهش میکنه که از اونم دوباره چیز درست بکنه. ولی به هر حال همون موقع اد اعتراف میکنه به اینکه برنیس رو کشته، ولی میگه که بقیه جنازه هایی که توی خونه من بقایایشون رو پیدا کردین همشون جنازه‌ای هستن که من رفتم نبش قبر کردم و از توی قبر در آوردمشون. و ولی هیچ وقت مشخص نشد که آیا واقعا این قضیه که گفته راست هستش یا نه. در هر صورت از اونجایی که معاینات روانپزشکی کاملا نشون میده که اد سلامت روان نداره و نمیتونه توی دادگاه شرکت کنه، به خاطر همین مستقیم میفرستنش تیمارستان، اونجا بسترش میکنه و حکمش این بوده که توی تیمارستان تا آخر عمرش بمونه، و اونم تا سال 1984 توی اون تیمارستان بوده و در نهایت میمیره. و همینجا اول ازتون یه سوال کنم و بعد بریم سراغ عکس هایی که البته بهتون همین الان میگم، من گفتمتون که خیلی نمیتونم این عکس ها رو اینجا بذارم، برید گوگل کنید، توی گوگل همه رو میبینید و مسلما وحشت میکنید از دیدن اون عکس ها. ولی این خودش یک قاتل سریالی هستش که یک پرونده حسابی داره. اگر دوست داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید، من خیلی خودم دلم میخواد اینو کاورش کنم. اگه دوست داشتید بگید، حتما براتون کاورش میکنم. یعنی بستگی داره به نظر خودتون. این هم عکسی که از خونه اد گرفته شده. خب قشنگا چطور بود؟ مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم اومدید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. یواش یواش خانواده‌مون داره بزرگ میشه و من خیلی خوشحالم. لایک و کامنت هم که مسلماً یادتون نمیره، میدونم شما دوستای مهربون من هستید و از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودین خیلی ازتون ممنونم. توی کامنت ها باهاتون حرف میزنم. مراقب زیبایی خودتون باشید، مخصوصا با این آدمای دیوونه‌ای که دور و برمون زندگی میکنن. دوستتون دارم و توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.